درود بر شما. 19 آذر ماه 1400 خورشیدی و 10 دسامبر 2021 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به اوضاع اقتصادی ایران در میانه مذاکرات به اصطلاح برجامی. پرده آخرم آخر برنامه. تهران نزدیک به 60,000 مخزن جمع‌آوری زباله در سطح معابر دارد. مخازنی که روزانه حداقل 2 بار توسط زباله‌گردها کنکاش می‌شود و زباله‌های قابل بازیافت را جمع‌آوری می‌کنند. طبق آمار بهزیستی کشور 500,000 کودک کار در سطح کشور وجود دارد که به 3 دسته کودکان کار کارگاهی، کودکان کار در خیابان و کودکان زباله‌گرد تقسیم می‌شوند که فقط در تهران 4,000 کودک زباله‌گرد است و هیچ آماری نیست از مادرها و پدرهایی که آشغال جمع می‌کنند، به اصطلاح زباله‌گردند، برای سیر کردن شکم و گذران زندگی خانواده‌هاشون. عموماً زباله‌گردها ضایعات جمع‌آوری شده هم از مقوا، کارتون خالی، قوطی کنسرو، بطری و غیره را به مراکز خرید ضایعات در شهرها تحویل می‌دهند و بابت آن نیز هزینه بسیار اندکی دریافت می‌کنند. من با دیدن این کلیپ بارها زدم رو دست خودم، میگم خدایا چه چیزی باعث میشه که ما اینقدر خوی انسانیت ازمون به دور بشه که بتونیم از این کارا کنیم. خودتون ببینید تا در موردش حرف بزنیم. جناب آقای زاکانی، اینجا منطقه 12 تهران، خیابان ناصر خسرو، کوچه خداوندلو. اندازه بابای همین آقایی که به این نحو زد تو گوشش. پا میشه میره یه ضایعاتی جمع کرده، طبق معمول نیروهای شهرداری میرسن خدمتشون که جدیداً نیروهای خودتون کم میزدن، دیگه نیروهای پیمانکاری هم بهش اضافه شدن. بهشون میرسن، میگن آشغالا رو که ازشون میگیرن، یه شورم کتکش میزنن. طرف یه جمله میگه که دل آدم توش آتیش میگیره، میگه بزنن آشغالام هم که بردی، ولی فحش ناموس به هم نده. موقعی که میگه فحش ناموس به هم نده، بازم به همین نوی که دارید میبینید یه شوره دیگه کتکش میزنه. من اولین سوالی که ازتون دارم اینه، چه نیرو و چه قدرتی پشت اینان که اینطوری دارن خوی حیوانیشونو دارن رو هر انسانی پیاده میکنن، یکی هم جلو دارشون نیست. این اساره حکومت اسلامی است در 43 سال گذشته. مملکتی که از همه کشورهای منطقه از نظر منابع زیستی، معدنی و انسانی ثروتمندتره، امروز به همچین وضعی افتاده. چرا؟ یک قلم از حکمرانی علمای اعلام بر سیاست و اقتصاد کشور و البته فرهنگ کشور، خرج کردن این ثروت ملی در جهت تأمین منافع ایدئولوژیک حاکمان، یعنی صنعت هسته‌ای غیر متعارف به جای تأمین رفاه برای مردم و ریختن ثروت ملی ایران به پای تروریسم بین المللی و منطقه‌ای، نتیجه شده تحریم‌هایی که هم به دلیل فعالیت‌های نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی میگن فعالیت‌های مشکوک و هم به دلیل کمک به تروریسم بین المللی که دیگه شفاف و مشکوک نیست، جلوی مراودات مالی ایران با جهان رو گرفته. آقای آخوندی وزیر کابینه دولت روحانی میگوید وقتی ما در 16 سال اخیر تحریم شدیم، بحث دور زدن تحریم ها را مطرح کردیم که اصلا مجانی نیست و برای کشور هزینه زاست. ما مجبور می شویم در صادرات کالای خود را به جای دیگر ببریم یا عنوان آن را تغییر دهیم، سیستم بیمه آن را عوض می کنیم که همه اینها تقریبا 20-30% برای ما هزینه دارد. یعنی اگر میزان تجارت ما بین 100-150 میلیارد دلار باشد، سالانه 20-25 میلیارد دلار هزینه تجارت ما می شود. این هزینه از جیب مردم است، اما عده‌ای در آن ذی‌نفع هستند. حالا عده‌ای رو می رسیم بهش، همین خورد مافیاهای به قول معروف منتفع از تحریم.
آخوندی تصریح کرد وقتی این شرایط 16 سال به طول می کشد در واقع نهادینه می شود و ذینفعان جدی پیدا می کند. در این مدت بین 300 تا 400 میلیارد دلار هزینه شده. این یعنی فساد بزرگ شکل گرفته است. این ذینفعان با شعارهای مختلف به دنبال حفظ شرایط موجودند و در همین شرایط که به اصطلاح کاسبان تحریم از بیت رهبر معظم تا خورد مافیاهای دارو و خودرو و غیره و غیره از تفاوت قیمت ارز صادراتی با ارز آزاد میلیاردها دلار پول پارو میکنن، همون ارز صادراتی هم به کشور بر نمیگرده. 21 اردیبهشت 1398 مشاور وزیر اقتصاد میگوید 30 میلیارد دلار از مجموع 40 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است. یعنی ارز دولتی گرفتن رفتن کشورهای دیگه سرمایه گذاری کردن و به ریش بنده و شما و 85 میلیون جمعیت ایران خندیدند با سیاست حاکم، البته تحت قوانین جمهوری اسلامی. البته آدم بده و آدم خوبه نداریم تو حکومت، یک حکومتی است با کارکرد به هر حال به ویژه درباره بانک مرکزی، اقتصاد، سیاست اقتصادیش، پیوندش با مسائل جهانی، مسائل بین المللی، پیوندش با سپاه، هزینه هایی که داره، بنیادهاش، همه و همه یک به هر حال مجموعه واحد است به نام حکومت جمهوری اسلامی ایران، نظام مقدس به قول خودشون. ببینید در مورد فروش نفت که همیشه دخل و خرج حکومت در ایران بر پایه همین فروش نفت بوده اساساً، در 43 سال بعد از انقلاب مجموعه درآمدهای جمهوری اسلامی از فروش نفت 1,412,000 میلیارد دلار بوده که نصف این درآمد زمان احمدی نژاد حاصل شد، نزدیک 700 میلیارد دلار. و البته تقریبا همه این درآمد خرج شد. چقدرش خرج تأسیسات هسته‌ای شد؟ هیچ کس نمیدونه جز پیشوا و حلقه تنگ دور پیشوا. چقدرش در دور زدن تحریم ها دود شد؟ تا حدی میدونیم، به نام گفته عباس آخوندی وزیر دولت روحانی 400 میلیارد دلار نقل قول کردم ازش دیگه، یعنی نزدیک یک سوم کل درآمد نفت ایران در 43 سال گذشته. خرج دور زدن تحریم ها شد، یعنی خرج صنعت هست، خرج خلاصه خرج مسیر رسیدن به بمب اتمی شد. حالا رسیدن یا نرسیدنشون بحث دیگه. دود شده چون جمهوری اسلامی میخواست سلاح اتمی بسازه و چون میخواست سلاح اتمی درست کنه تحریم شده و هزینه 400 میلیارد دلاری دور زدن تحریم ها فقط به خاطر اینکه نمیخواد با جهان مصالحه کنه. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا از برجام رفت بیرون با این استدلال که سقف زمانی برجام، یکی از استدلال‌ها این بود، حد اکثر 10 سال و 15 سال برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و از همه مهمتر این که طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل معروف به قطعنامه برجام، ایران نباید فعالیت موشکی غیر متعارف از جمله با قابلیت حمل کلاهک اتمی داشته باشه. جمهوری اسلامی از 13 نوع موشکی که تو همین سال‌ها تولید کرده و آزمایش کرده، 7 نوعش قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داره. افتخارم میکنه. دیدین دیگه در برنامه‌های متعدد این اسنادش رو من آوردم نشون دادم. و مدام هم میگه که برجام ربطی به برنامه‌های موشکی ایران نداره. میبینین دیگه. ما فقط درباره برنامه‌های هسته‌ای صحبت می‌کنیم، اصلا بحث موشکی نداریم، بحث تروریسم و فلان نداریم. خب این نقض قرض، نقض قطعنامه برجام به اصطلاح، باعث شد که دولت ترامپ از برجام خارج بشه. حالا هم روشنه که برنامه های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی مانع توافق جهان با حکومت ایران و به اصطلاح احیای برجام داره میشه.
آمدن تنفس در دور جدید مذاکرات گذاشتن، جمهوری اسلامی با غرب در وین. همین سه شنبه پیش وسط تنفسشون که بعد پنج شنبه دوباره نشستن سر میز به اصطلاح، وزیر خارجه سوریه آمد ایران، در تهران با علی شمخانی نماینده خامنه‌ای ملاقات کرد. گوش کنید، نماینده مقام معظم رهبری با محکوم کردن تجاوز مستمر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه، این حملات را در استمرار تجاوزات وحشیانه این رژیم به فلسطین و لبنان برشمرد و تصریح کرد مقاومت و ستیز قهرآمیز تنها راه دفع قده سرطانی صهیونیسم از منطقه است. ستیز قهرآمیز تنها راه دفع قده سرطانی فلان. یعنی همین امروز هم جمهوری اسلامی از محو قهرآمیز اسرائیل از نقشه جهان میگه. همین امروز که دارن اینا مذاکره میکنن مثلا. یعنی از جنگ میگه، از جنگ برای نابودی اسرائیل، یک کشور دیگه عضو سازمان ملل. اینکه چقدر این شعار عملی است حالا کاری نداریم، ولی این به خصوص در شرایط فعلی، یعنی ادامه سیاست ستیز با جهان، یعنی مقابله با مذاکره و راه حل مسالمت‌آمیز، این روشنه دیگه. این ادامه مقابله جمهوری اسلامی با نهادهای مالی و ضد تروریستی بین المللی است. دو ماه پیش حدوداً سیوم مهر ماه 1400 گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرد که نام ایران در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده. تحریم های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش در خصوص انجام هر گونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شعبه جدید بانک‌های ایران در خارج و بالعکس می‌شود. FATF به دلیل تصویب نشدن دو لایحه مربوط به مقابله با پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم از سوی ایران و عمل نکردن به تعهدات برخواسته از آن، ایران را در لیست سیاه خود قرار داده است. ایران و کره شمالی تنها کشورهایی‌اند که از مجموع کشورهای جهان، از مجموع 190 کشور جهان که کنوانسیون‌های FATF را نپذیرفتند و در فهرست سیاه تراکنش‌های مالی جهانیان. یکی از دلایلی که دولت ترامپ از برجام خارج شد و اعلام کرد که باید توافق جامع‌تری با جمهوری اسلامی بشود، پولایی بود که دولت اوباما در چارچوب توافق با جمهوری اسلامی در اختیار حکومت ایران گذاشت. ترامپ میگوید 150 میلیارد دلار دادن به جمهوری اسلامی. 100 میلیارد دلارش رو بارها مسئولان جمهوری اسلامی خودشون گفتن که از دولت اوباما گرفتن. حالا نکته اینجاست که این 100 میلیارد دلار پول فروش نفت به چین و هند و مالزی و ژاپنه. ترامپ احتمالاً جمع این پول به اضافه دلارهایی که مستقیم از آمریکا در دوره اوباما به جمهوری اسلامی داده شد اونو میگه. به هر حال از این پول به گفته نوبخت معاون رئیس جمهور در دولت روحانی تنها 6 تا 7 میلیارد دلار از دارایی‌های آزاد شده متعلق به دولت بوده تا به ریال تبدیل شود و برای پروژه‌های توسعه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. یعنی 6 تا 7 میلیارد دلارش به سفره مردم مربوط میشه. مابقی شامل 38 میلیارد دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی که چجوری خرج میشه حالا یه بخششو گفتم، بخش دیگه صحبت میکنیم. 50 میلیارد دلار متعلق به صندوق توسعه ملی که باز خواهم گفت و حدود 6 میلیارد دلار به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها تعلق دارد. معاون رئیس جمهور ایران گفت بیشتر دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای چین، ژاپن و هند بوده است. بانکداران ایران میگویند بیشتر این دارایی‌ها در بانک‌های چین نگهداری می‌شود که بزرگترین واردکننده نفت ایران محسوب می‌شود. البته میشد. حالا دیروز تو اخبار میدیدم که تبدیل شده به از اولین به اصطلاح شریک تجاری با جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی تبدیل شده به ششمین شریک تجاری چین. حالا اینکه چند درصد از این پول، از این 100 میلیارد دلار از چین و هند و مالزی و ژاپن آمد دیگه مهم نیست. اصلا گیریم همش رسید دست جمهوری اسلامی. با ذخایر ارزی بانک مرکزی چه کرده جمهوری اسلامی برای سفره مردم؟ که در اثر برجام مثلا یه مقدار آزاد شد. با صندوق توسعه ارزی چه کرده برای بهتر شدن زندگی مردم؟
جز اینکه مدام به دستور پیشوا از صندوق توسعه ملی برداشت میشه برای نیروی قدس سپاه و گروه های جهادیش در خاورمیانه. یکی دوتا نمونه عرض کنم خدمت. 17 دی ماه 98 برداشت 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای نیروی قدس سپاه. 18 فروردین 99 محمد حسینی عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی میگوید دولت در 3 سال گذشته به طور متوسط بیش از 2 میلیارد دلار بر اساس مجوزهای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای تعدیل بودجه از صندوق برداشت کرده است که بیشتر هزینه امور نظامی شده است. در قانون بودجه سال 98 1.5 میلیارد یورو برای تقویت بنیه دفاعی در نظر گرفته شده بود. یک سال پیشتر هم در قانون بودجه 97 برای تقویت بنیه دفاعی 1.3 میلیارد دلار از منابع صندوق در نظر گرفته شده بود. در جریان تصویب بودجه سال 98 آیت الله خامنه‌ای در اقدامی بی سابقه بودجه را از مجلس برگرداند. اگه یادتون باشه برای اولین بار بودجه را برگردوند، گفت باید اصلاحات ساختاری بشود. در ظاهر مشکل رهبر ایران، رهبر جمهوری اسلامی ایران البته، کاهش سهم صندوق توسعه ملی بود، اون ظاهر قضیه بود. اما دست آخر در شرایطی با آزاد شدن 40,000 میلیارد تومان موافقت کرد که 20,000 میلیارد تومان آن مستقیم به نیروهای مسلح برسد و از 20,000 میلیارد تومان باقی مانده هم حدود 4,260 میلیارد تومان باز صرف نیروهای نظامی و امنیتی و 315 میلیارد تومان به نهادهای مذهبی و تبلیغاتی این سازمان تبلیغات اسلامی جامعه المصطفى اختصاص یافت. یعنی بازم خدمت به همون گسترش اسلام ناب محمدی آقایون. خب این نمایی از سرنوشت منفعت این 100 میلیارد دلار برای مردم. یعنی کل سیاست جمهوری اسلامی متمرکز است بر سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی متمرکز است بر کشورگشایی تروریستی از طریق تقویت گروه‌های جهادی و ضربه زدن به کشورهای دیگر. و البته عرض کردم هزینه‌هایی که صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی از اول تا حالا برده به جای خود. وقتی تمرکز بر منافع مردم کشور خودت نباشه، هر چند پول دستت بیاد به سفره مردم نمیاد. بنابراین خلاصه، آیا احیای برجام به نفع مردمه یا به نفع سیاست‌های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی؟ خواهیم رسید به این موضوع. جناب آقای دکتر آیت الله رئیسی از اول دولتش میگفت من وضعیت اقتصاد کشور رو به برجام گره نمیزنم. به قول امام راحلشون کذا. همین چند روز پیشم جناب آقای دکتر رئیسی در برنامه زنده تلویزیونی گفت که از وقتی دولتش تشکیل شده تورم کاهش پیدا کرده. الان بودجه 1401 هم که ما داریم بحث میکنیم در دولت، همه تلاش بر اینه که ساختارهای بودجه به نحوی تنظیم بشه که بتونه ضد تورم باشه. خب گزارشی هم که ما ظرف این مدت داریم از مراکز آماری حاکی از اینه که تورم کنترل شده و تونسته رو به کاهش بره و اینم برای ما خبر خوبی است که بتونه تورم رو به کاهش بره بشه. منتهی مرتبه باید این ادامه پیدا کنه، این اقدامات ضد تورمی باید همواره انجام بشه تا بتونه هم گرانی رو کنترل کنه و هم تورم رو بتونه کاهش بده. ببینین در دولت قبل یک برنامه یک گفتگوی زنده بود با نوبخت معاون رئیس جمهور، ازش پرسیدن در برنامه زنده سیما که شما میدونین قیمت کالاهای اساسی الان تو بازار چنده؟ گفت زنم خرید میکنه، اون میدونه. نمیدونم یادتونه یا نه، درست هم تیکرم پخش کردیم توی که برنامه. حالا با این حرفایی که رئیسی زد و شنیدین معلومه خودش خرید نمیکنه. برنامه اصلا اینا میفهمن یعنی چی؟ گزارش آماری میفهمن یعنی چی؟ یه جدول آماری ببینین، این جدول آماری است که مرکز آمار جمهوری اسلامی منتشر کرده. رئیسی دیدین چی گفتیه؟ این جدول آمار مال آخر آبان، تورم بالای 83% درصدی اقلام غذایی نسبت به سال گذشته.
و سید محرومان میاد تلویزیون میگه روایت کرده اند که تورم کنترل شده. فکر میکنه اینم ماجرای روایت یا روایت روزه فلان امامه که دروغ دغل سر هم میکنن رو منبر. نابود کردن واقعا مردم و با این روزخونی ها و این دروغ دغل ها و از اون بر اون نتیجه سیاست هاشون. همون روزه که رئیسی داره این حرفا رو میزنه، همون تیکه که ازش شنیدین، دلار شد 31,000 تومان، الان که بالاترم رفت. و آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که ریال در روز اول دولت رئیسی 1/4 ارزشش کمتر شده. رئیسی باز وعده میده بازار را قابل پیش بینی میکند. به گزارش خبرگزار اقتصادی، خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس آخوندی در مورد چشمانداز اقتصادی ایران اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی ما بحث عدم قطعیت است. ما نمیدانیم که آیا موضوع برجام حل می شود یا خیر. 4 سال است نمیدانیم که آیا به FATF می پیوندیم یا خیر. همچنین از زمان آقای رفسنجانی تا به امروز بحث پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بوده است. طبیعتاً این همه عدم قطعیت خود را در روند نزولی منحنی ها نشان می دهد. بدتر از گرانی این بی‌ثباتیه. یعنی ما نمیدونیم داره تو 2-3 ماه آیندهمون چه اتفاقی میفته. من امید جدی دارم که دولت جدید توی این گرداب مغالطه بی‌معنا نیفته که خب الان اثر روانی الان اینه، الان تأثیر فلانه. این حرفا ته ماجرا برای مردم نون و آب نمیشه. یعنی زندگی ما درست یا غلط الان وابسته شده به دلار. ای کاش اینطوری نبود، ای کاش که همون نکاتی که شما میگفتید، همون توصیه هایی که میکردید، همون حرف هایی که در نقد دولت آقای روحانی میزدید همونا باشه. یعنی دلار اگرم بالا پایین رفت زندگی ما سر جاش باشه. آیا می شود زندگی مردم به دلار وابسته نباشد؟ در خدمت آقای دکتر حسن منصور هستیم، استاد اقتصاد در مدرسه عالی اقتصاد بازرگانی آمریکایی پاریس. آقای دکتر منصور بسیار خوشحالم که باز در خدمتتون هستم. خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. سوال نخست رو بنده عرض کردم. آیا میشه که اقتصاد ایران به دلار، زندگی مردم به قول آقای دلاوری گویا مجری سیمای آقایون، آیا میشود زندگی مردم به دلار وابسته نباشه؟ جناب فلاحتی عزیز، ببینید این سوال در واقع این است: آیا کشور میتواند بدون تجارت خارجی زندگی بکنه؟ اگر پاسخ این سوال رو دادیم، پاسخ اون رو دادیم. ببینید ایران سالانه 40-50-60-70 میلیارد دلار نفت صادر میکنه. آیا میتونه این رو صادر نکنه؟ در برابر این صادرات که در کنار اون میانات و گاز هم وجود داره، واردات داره، ایران به طور متوسط سالانه بین 50-70 میلیارد دلار واردات داره. این واردات رو از رهگذر صادرات باید تامین کنه، بلکه با پول خودش که چاپ میکنه که نمیشه، با هیچ کشوری نمیتونه این کار انجام بده. در نتیجه پاسخ سوال شما به صورت قطعی نه هست. ولی این رو توضیح بدیم. ببینید، مسئله دلار نیست، مسئله ارز خارجی است. دلار اتفاقا در مجموعه ارزهای مورد مصرف ایران تقریبا کمترین مقداره، برای اینکه ایران عمدتاً با یورو، با ین، با یوان، با این چیزا معامله میکنه. در نتیجه مقدار دلار بسیار کم، آمارشو داریم. ولی نمی شود که ارزش پول ملی در برابر یکی از ارزها بیفته، در برابر اونای دیگه نیفته. در بازار قانون اقتصادی که بهش میگیم آربیتراژ مانع این کاره. یعنی این قانون علمی است، نه قانون سیاسی. نمی شود چنین چیزی. در نتیجه وقتی ارزش پول ملی در برابر دلار سقوط میکنه، در برابر یورو هم سقوط میکنه، در برابر درهم سقوط میکنه، در برابر دینار هم سقوط میکنه به همون نسبت. به این ترتیب نه، نمی شود بدون تجارت خارجی زندگی کرد. این پاسخ بسیار ساده قضیه است، ولی مسائل بسیار دلانگیزی پشت قضیه وجود داره.
ما پاسخ ساده میخوایم ازتون آقای دکتر منصور بسیار عزیز، که هی تیکه تیکه تو برنامه من نگم این که شما فرمودین یعنی چه. آقای دکتر منصور، این به این معنی است که اون صحبت آقای رئیسی که از آغاز می‌فرمودند، من کاری ندارم به دانش ایشون اصلا یا بی‌دانشی، از آغاز می‌فرمودند ایشون که من کاری خواهم کرد که اقتصاد ایران وصل نشه به فراز و فرود اولا دلار و بعد به ویژه من اقتصاد ایران رو به برجام وصل نمی کنم. بله درست عرض می کنم؟ یعنی چقدر ارتباط دارین؟ نقل قول می فرمید درسته، ولی ببینید جدا از این که آقای رئیسی کیست چند اندازه می فهمند. ببینید ایشون الان رئیس جمهور مملکته و پیرامون ایشون هم چند کسی که به عنوان مسئولان درجه اول اقتصادی منصوب شدند دست کمی از خود ایشون ندارند. به این ترتیب مسئله از یک سو درک مسئله اقتصادی است که وجود نداره و از سوی دیگر منافع ویژه است که خود این حضرات دارند، اینم مسئله دومه. در نتیجه ما تا کنون از آقای رئیسی و دولتشون هیچ برنامه‌ای، به صراحت عرض میکنم هیچ برنامه‌ای حتی در حد دو صفحه ندیدیم. حرفای پراکنده گفتند ولی هیچ کدام حرفای مربوطی نیست. ببینید تحصیل کرده ترین افراد این کابینه فارغ التحصیلان حوزه علمیه امام صادق هستند، اسمش بزنن دانشگاه امام صادق. در اونجا اقتصاددان تربیت نمیشه، به طوری که رئیس بانک مرکزیشون حرفای نامربوط میزنه، وزیر اقتصادیشون حرفای نامربوط میزنه. به این ترتیب مشکل بسیار بسیار بنیادی در جمهوری اسلامی ساختاری بود، با این دولت گره روی گره افتاده و در نتیجه چشم‌اندازی دیده نمیشه. آقای دکتر، من برگردم رو مسئله ارز. بر اساس تازه ترین اطلاعات صندوق بین المللی پول، از 189 اقتصاد جهان فقط 12 کشور که همه از کشورهای بسیار فقیر جهانند نرخ ارز دوگانه یا چندگانه دارن. داریم میبینیم اینجا چرا کشورهای فقیر ارز دوگانه یا چندگانه دارن؟ اجازه بدین توضیح زمینی ارز کنم براتون. نرخ ارز، قانون اساسی نرخ ارز در دراز مدت نرخ ارز واحدی است که بر اثر تبادل تجاری از طریق مکانیزم بازار برقرار میشه. ولی کشورهای زیادی از نرخ ارز ثابت استفاده کردن. قبلا باید بگم نرخ ارز میتونه ثابت باشه، نرخ ارز میتونه میخکوب شده باشه، نرخ ارز میتونه شناور باشه. در بین اینها مراتب دیگر هم وجود داره، من وارد جزئیات نمیشم. مثلا در ذیل نظام برتن وودز که از 1946 دایر بود و آمریکا و بریتانیا در رأسش بودند و پول جهانی دلار بود و پوند بود به لحاظ نظری، اونجا نرخ ارز ثابت بود. یعنی به مدت طولانی شما میتونستید یک دلار به 35 دلار بدید یک اونس طلا بگیرید، قیمتش ثابت بود. ولی این نظام در 1971 شکست. بعد از اون فرانسه از نرخ ارز دوگانه استفاده کرده، ایتالیا از نرخ ارز دوگانه استفاده کرده، چین از 1984 تا 94 نرخ ارز دوگانه داشته. ولی فونکسیون اینها، کارکرد این نرخ‌های ارز چیه؟ ببینید نرخ ارز دوگانه میتونه به تعدیل شدن تراز بازرگانی کشور، اگر درست مورد استفاده قرار بشه، کمک بکنه. میتونه تراز بازرگانی کشور و تراز سرمایه کشور رو تنظیم بکنه. یعنی دولت برای اینکه از خروج سرمایه جلوگیری کنه میتونه نرخ ارز رو اونجا بالا نگه داره تا سرمایه به خارج سفر نکنه، یا همینطوری میتونه ورود برخی از سرمایه ها رو که مولد نیستن بگیره. در اینجاها
فونکسیون موجه و به اصطلاح مشروعی رو. معذرت میخوام آقای دکتر، یعنی برعکس اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد، درست عرض میکنم؟ هنوز به ایران نرسیدم، در ایران چون مسئله دوگانه نیست. ببینید، نه حالا چندگانگیشو، نه منظورم اینه که شما میفرمایید برای اینکه از سرمایه خروج سرمایه جلوگیری بکنه نرخ ارز رو بنابراین میبره بالا برای اینکه بخواد جلوی خروج سرمایه رو بگیره. در ایران اتفاق برعکس شد، حالا نرخ چندگانه رو مدتی آنچنان بود، نه با اون هدف. البته وقتی به صورت مصنوعی ما نرخ ارز رو در 970 تومان نگردشته باشیم زمان آقای احمدی نژاد، در نتیجه صادرات کشور زمینگیر شده بود، واردات به کشور آنچنان زیاد شد که صنایع ایران رو ورشکسته کرد. ما به اندازه 3 برابر مصرف شکر کشور در 1 سال وارد کردیم و کارخانجات شکر و قند رو ورشکسته کردیم. عنایت میکنید؟ پس این مقوله کلی، از این مسئله کلی که بگذرم، در ایران ما با نرخ ارز چندگانه روبرو بودیم. مواردی بوده که ما 18 نوع نرخ ارز داشتیم، امروز بیش از 10 نوع نرخ ارز داریم. ما نرخ ارز جهانگیری داریم، نرخ ارز سنا داریم، نرخ ارز نیما داریم، نرخ ارز شهرستان ها تهران داریم، نرخ ارز همسایه داریم، نرخ ارز شبانه داریم، نرخ ارز مسافرتی داریم و نرخ ارز بازار متشکل ارزی رو داریم. و خب این سبب می شود که وقتی این ارزهای متفاوت به گروه های معینی از اشخاص و کالاها اختصاص داده می شوند اونا این رو بگیرند به مصارف دیگری برسونند، در نتیجه از فاصله تفاوت این دوتا نرخ سوء استفاده بکنن. این رو میگیم راندخاری از طریق نفت. وقتی این سیستم ادامه پیدا بکنه به مدت چند سال، پشت این نیروها شکل میگیرن، به صورت ساختار در میان، یعنی ساختارهای نیرومندی در درون اقتصاد و جامعه پدید میان که اینها مخالف حذف اون نرخهای مصنوعی میشن، برای اینکه از این رهگذر سودهای کلان میبرن. آمار خیلی مجملش خدمتتون عرض کنم، جمهوری اسلامی در 20 سال گذشته مبلغ 298 میلیارد دلار ارز به اصطلاح برای کنترل قیمتا تزریق کرده، یعنی داده به گروه های معینی که عموما اینا خودی هن و برگزیده هستن. در واقع کنترل قیمت و در واقع ارزان کردن واردات، اینها پوششی است برای اینکه این ارزهای اختصاصی و ترجیحی در دست گروه های معینی قرار بگیرن. در نتیجه ما اگر ملتی میلیاردرهایی رو در ایران میبینیم که نه از طریق تولید بلکه از طریق راندخاری به اون ثروت ها دست پیدا کردن، این یکی از راه های دست پیدا کردن به درآمد های سرشار، به ثروت های سرشاره. در نتیجه در ایران ما الان این نظام آشفته ارزی رو داریم، عرض کنم، و صحبت از این که نرخ 4200 تومانی که طی 1 سال ما حدود 32 میلیارد دلار ارز این چنینی تخصیص دادیم در عرض 1 سال، حالا بخشی از این به صورت نسبی میتونه روی قیمت ها مؤثر بشه، ولی عملا شما نمونه بگیرید، مثلا یک نمونه واضح عرض کنم، مواد خوراکی و جوجه، اینا با ارز ترجیحی وارد شدن. یعنی چقدر؟ یعنی چقدر؟ 4200 تومان. چون اون ده نوعی که شما فرمودید، 7-8 نوعی که فرمودید، از 4200 تومان هست تا چقدر آقای دکتر؟ تا یکی ارز بازار آزاده که امروز 1000 تومانه، ارز نیمایی معمولا 3-4000 تومان از اون پایین داره، ارز سنا عرض کنم که از طریق بانک مرکزی اعلام می شود، ارز بازار متشکل ارزی که باز از طریق بانک مرکزی از طریق صرافی ها اعلام می شود، همه اینا متفاوتن که هر کدوم تعلق می گیرد به بخشی از صادرات، در واقع هر کدوم شرایط معینی دارند. بنابر این بود است که این بازار متشکل ارزی در واقع سازماندهی بکند بازار ارز رو که تاکنون نتونسته. نرخ ارز در اونجا حدود 3-4000 دلار کمتر اعلام می شود، ولی این با شرایطی، با کسانی و به صورت اسکناس
داده می شود. ولی این هنوز نتونسته بازار ارز رو به اصطلاح ساماندهی بکنه، درنچه یکی از بازارهای موجوده. داشتم اون نرخ نمونه 4200 تومان رو عرض می کردم. شما جوجه رو با 4200 تومان وارد کردین تا یه چند سال گذشته. جوجه رو یکی یک کیلو فرض کنیم که معقوله، اگر 4200 تومان وارد شده، مثلا 2000 تومان هم هزینه و سود برداشته، باید با قیمت 6000 تومان به دست مصرف کننده میرسید، در حالی که طی همین دو سال ما جوجه رو به قیمت 28000 تا 38000 تومان خریدیم. این نشون میدهد که 4200 تومانی که داده شده برای وارد کردن این مواد کالاهای اساسی خوراکی و دارویی به اون قیمت به مصرف کننده داده نشده، بلکه گیرندگان این رو گرفتن، یا خود دلار رو در بازار آزاد فروختن و یا اینکه واردات رو انجام دادن منتها جنسشون رو به قیمت بازار آزاد در بازار فروختن، و یا به اون صورت که من گزارش میدادم از 40 میلیارد دلار 30 میلیارد دلارش بر نگشته. ارز صادرات. اون بحث دیگه. ببینید اون در مورد صادراته. خب چون اینا وقتی صادرات که میکنن پیمان نامه میدن به بانک مرکزی که این برگرده به پول. منتها خیلی، یعنی هر سال ما 10 15 20 میلیارد دلار داریم که وارد نش برگشت داده نشده. یکی از دلایلش این بود که نرخ دلار در ایران پایین بود و وارد کننده نمیخواست اینها رو وارد کنه، ولی الانی که نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد هست و اینا میتونن با شرایطی عرض وصولی رو در این بازار بفروشن، عملا اون انگیزه از بین رفته، ولی باز بر نمیگردونن برای اینکه اون پولو که دریافت میکنن آمار رسمی بیانات رسمی از زبان بالاترین مسئولان کشور وجود داره که این پولایی که داده شده هزینه خرید خرج خرید مسکنهای لوکس در کشورهای نظیر کانادا و ترکیه شد. بله آقای دکتر، یک مثال، رئیس انجمن اقتصاد سلامت در ایران میگوید اداره غذا و دارو ارز ترجیحی 100 قلم دارو را قطع کرده و در صورت ادامه این وضع دارو از زیر مجموعه بیمه حذف می شود و قیمت آن 4 تا 6 برابر خواهد شد و حداقل 8 میلیون نفر به هیچ عنوان توان خرید دارو نخواهند داشت. آقای دکتر، اصولا حذف ارز پایه دولتی ها 4200 تومانی آیا به نفع مردمه؟ حالا یه نمونه شو در مورد رئیس انجمن اقتصاد سلامت در مورد دارو گفته است، آیا حذف این که الان صحبتش هست، رئیسی هم تو همین صحبت تلویزیونیش گفت دیگه، آیا به نفع مردم یا به ضرر مردم؟ ببینید به لحاظ اصول اقتصادی بودن اینها به ضرر مردمه، بودن این نوع نرخ‌ها به ضرر مردمه، ولی این نرخ 4200 تومانی بخشی از اون، برای اینکه این ببینید از دست وارد کننده های معین میاد اگر واردات بکنن، و در ایران شبکه توزیع کننده که در واقع شرکت های بزرگ دارویی تعدادشون از 500-600 تا بالاتر میره، مدا بعضیشون بزرگتر هم بعضی کوچکتر، اینها انحصاری در بازار دارن، در نتیجه قیمت به توسط اونها تبدیل میشه، چون قدرت انحصاری هم دارن میتونن کمبودهای جدی ایجاد بکنن، در اینجا قیمت با داروهای مورد نیاز رو بالا ببرن، داروهای ایدز رو، داروهای کرونا رو، داروهای هموفیلی رو، اینا رو به شدت به قیمت چند برابر 6 برابر در عرض یکی دو ماه به قیمتشون رو بفروشن. در نتیجه ببینید پشت این قضیه یک گروه نیرومند، مافیای نیرومند حضور داره. حذف کردنش بسیار مشکله برای اینکه با مقاومت اونا رو بروز، ولی اگر حتی اون ارز نرخ ارز حذف بشود، این راندخاری منتقل خواهد شد به اون پله های دیگر ارزهای متفاوت. برای اینکه ملاحظه میکنید این مافیا میتونه نوع فعالیت خودش عوض کنه و منتقل بشه به جون جاهای دیگه، از اون رانت های موجود استفاده کنه. رانت زمانی از بین می رود که نرخ از در بازار به صورت واحد در بیاد، در نتیجه نشود
از یک سو نرخ ترجیحی خرید و به سوی و از سوی دیگر همون نرخ ترجیحی رو به قیمت بالاتر در بازار فروخت. آیا چنین چیزی ممکنه آقای دکتر منصور که نمی کنن یا اصلا ناممکنه در وضعیت فعلی، یعنی نرخ تک نرخی بشود ارز؟ این عملا غیر ممکنه به ویژه در کوتاه مدت. برنامه ریزی بسیار دقیقی میخواد. منتها ببینید قضیه صرفا اقتصادی و فنی نیست، جنبه علمی و فنی اون پاسخ داره، مدل داره، مدل دقیق ریاضی داره، اینو میشه تدوین کرد. منتها پشت قضیه نیروهای سیاسی، نظامی و امنیتی قرار دارن. اینجا مسئله سیاسی است. در نتیجه اگر اراده‌ای در کل نظام وجود نداشته باشه، برخورد کردن به این مسئله بسیار بسیار دشواره. بارها رئیس بانک مرکزی اعلام کرده است، رئیس بانک مرکزی سابق، که ما زورمون نمیرسه اون رزروی که، یعنی اون ذخیره‌ای رو که بانک‌های تجاری خصوصی باید به بانک مرکزی بسپارن، از اینا بگیریم. در نتیجه اینا بدهی بالا میارن. چرا زورشون نمیرسه؟ برای اینکه اون بانک ها متعلق به سپاه، به امنیت، به بیت رهبریه. در نتیجه وقتی اون شرکت های وابسته بزرگ، مثلا شرکت فولاد، شرکت برکت، چکی صادر بکنه به قیمت مثلا 10 میلیارد تومان، 100 میلیارد تومان، بانک گیرنده اون چک قدرت این رو که اون چک خالی رو برگشت بده نداره. این تلفن رو برمیده به رئیس بانک مرکزیش، میگه گمچی، رئیس بانک مرکزی میگه که اعتبار بهش باز کنید، اعتبارش رو اضافه کنید، چکش رو رد کنید، پاس کنید بره. در نتیجه این چنین میشود که ما در طی سال گذشته روزانه 2600 میلیارد تومان به نقدینگی افزودیم، در حالی که تولید ملی ما در حال منقبض شدن بود. روزانه 2600 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه کردیم. این علتش این است که پشت اون قضیه نیروهایی وجود دارن که مقامات پولی کشور حتی اگر بخواهن نمیتونن در برابرشون بایستن. یک کلام، نقدینگی برای مردم یعنی کاهش قدرت خریدشون. آقای دکتر، با همین روند میشود پیش بینی کرد که قیمت دلار تا چقدر و برای چه مدت بالا میره؟ اینجا یه نکته ای رو با خدمتون توضیح عرض کنم. دلار مثل هر پول و هر کالای دیگری یک قیمت داره، یک ارزش داره. ارزش اون در نظام پولی اون کشور، یعنی کشور خریدار که ما باشیم، تعیین میشه. قیمت اون در نظام عرضه و تقاضا تعیین میشه. اجازه بدیم یکی دو تا رقم مشخص خدمتتون بگم. ببینید ارزش یک دلار عبارت است از قدرت خرید آن از کالاها و خدمات. برابری دلار و تومان به ازای برابری اون مقدار کالاهایی تعیین می شود که یک دلار می خرد. یعنی یک دلار چه مقدار کالا می خرد؟ اگر اون مقدار کالا و خدمت رو مثلا 1000 تومان، 10000 تومان، 30000 تومان خرید بکنه، اون رقم برابر است با قدرت خرید دلار. در دراز مدت وقتی اقتصاد به صورت آزاد کار می کند، مکانیزم عرضه و تقاضا این قیمت تعادلی رو برقرار میکنه. عرض کنم اگر کمبودی در عرض پدید بیاد که تقاضای ما بیش از اون باشه، در این صورت ارزشش بالا نمیره، قیمتش بالا میره. یعنی یک چیزی ممکنه ارزشش 1 تومن باشه، من در شرایط اسرت که بهش نیاز دارم اونو به 15000 بخرم، به 2 تومن بخرم. توجه میکنید؟ درنچه دلار هم میتونه چنین باشه، ولی من آمارش خدمتتون بگم شما ببینید این اتفاق نیفتاده. از 1980 تا 2001 یا از 1380 تا 1400 به تاریخ خودمان، وصولی ارز از سوی ایران برابر بوده است با
1540 میلیارد دلار. واردات ما برابر بود است با 930 میلیارد دلار. یعنی ما مازاد دلاری داشتیم معادل 610 میلیارد دلار. در نتیجه دلار کمبود نداشت. دلار زیادی داشت. ما دلار زیادی داشتیم. در اسرت طلب دلار نبودیم. اما چه اتفاقی افتاده به نرخ ارز؟ در همین تاریخ، یعنی از 1380 تا 1400، نرخ دلار از 80 تومان به 31000 تومان بالا رفته. این نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده این است که این ارزش دلار است که بالا میره، نه قیمت دلار. اگر قیمت دلار بالا میرفت، ما باید مقدار تقاضای دلارمون بیش از موجودی دلارمون بود. در حالی ما دیدیم عکس قضیه است، ما زیادی دلار داشتیم. ولی چرا قیمت ریال میفته، قیمت دلار بالا میره؟ برای اینکه اون نظامی که ارزش پول ملی رو تعیین میکند از طریق ایجاد تورم و اونم از طریق افزودن بی محابای نقدینگی پول ملی را آب میکنه. علتش این بوده که مدام قیمت ریال کاهش پیدا کرده و قیمت ارزهای دیگه، عرض کردم دلار فقط سمبول تمام پولهای دیگه است. تمامی پول ها نسبت به، عرض کنم شما روپی رو بگیرید، ین رو بگیرید، عرض کنم هر پولی که ایران باش عمل میکنه، حدود 13 نوع پول، همه این ها به نسبت همون دلار در برابر تومان گرانتر شدن. آقای دکتر، درباره با این وضعیت کسری بودجه دولت رو چگونه میخواد دولت رئیسی حل بکنه؟ رئیسی میگه اگر تا پایان سال حل نشه این کسری بودجه، کشور دچار مشکل میشه. که در لفظ حاکمان کشور دچار مشکل میشه، یعنی اعتراف به اوضاع بحرانی جدی کشور. بالاخره ما با کسری بودجه جدی مواجهیم. این کسری بودجه رو ما باید تا آخر سال حلش کنیم. اگه کسری بودجه حل نشه، مشکلات جدی برای کشور ایجاد میکنه. خب این لازمه که هزینه افزایش پیدا نکنه. ببینید، یک مسئله درآمد رو ما داریم، دوم هزینه رو. باید ما در کشور درآمدها رو افزایش بدیم، هزینه ها رو کاهش بدیم. شیره رو گفت خرد و گفت شیرین است. ما باید هزینه ها رو کاهش بدیم، درآمدها رو افزایش بدیم. غیر از این کشف مهمی که دکتر رئیسی کرده، هزینه ها رو کاهش بدیم، درآمدها رو افزایش بدیم تا مشکلاتمون رو به حل شدن بگذاره، من نمیدونم چقدر فکر کرده تا بفهمه که دخل باید بیشتر از خرج باشه. حالا آقای دکتر منصور عزیز، کسری بودجه دولت آیا تا پایان سال که آقای رئیسی میگوید اگر حل نشود کشور با مشکل مواجه میشه، قابل حل شدن هست؟ لااقل یه مقدار تحول ایجاد بشه، افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها در دولت رئیسی اصولا ممکنه؟ ببینید، در این مجله کم نمیشه وارد اون ساختار بودجه شد. من فقط کلیات خدمت عرض کنم. درآمدهای دولت در بودجه گذشته برای سال 610 هزار میلیارد تومان بود. هزینه‌هاش حدود 920 هزار میلیارد تومان بوده. ما با تفاوت 300 تا 320 هزار میلیارد تومان کسری است. خب این کسری بجاست. به اضافه این کسری، دولت از دو صندوق دیگر برداشت کرده، بدهی ایجاد کرده. مجموع بدهی ها به 190 هزار میلیارد تومان میرسد. یعنی بدهی کسری بودجه در واقع به حدود 500 هزار میلیارد تومان میرسه که از نصف بودجه بالاتر. خب راه های ترمیمش چیه؟ همونطوری که آقای رئیسی گفتن، یا باید درآمد اضافه بشه یا باید هزینه کاهش پیدا کنه. نگاه کنیم به سطح درآمد. به طرف درآمد، درآمد نفت رو میشه اضافه کرد؟ خب با این وضعیت اگر برطرف بشود نشود، با دور زدنی که فعلا اجازه دادن اندکی چشم بپوشند که بتونیم صادرات رو اندکی انجام بدیم، به این ترتیب وصولی ایران در هر حال، چون حتی اون دور زدنی که انجام میدهد معمولا پولی که وصول میکند
در حدود 70-50% اون قیمت کالاست که میتونه به دست بیاره. به این اضافه بکنید این نکته رو که این تحریم ها عملا سیستمی رو به وجود آورده که کانال های گردش ارز و پول ملی رو دگرگون کرده. به جای آنکه پول وارد از طریق بانک مرکزی وارد خزانه کشور بشود، به حساب خزانه واریز بشود، این به دست های ناشناس داده میشه. اونا اونی که خودشون باید هزینه کنن، بردارن، بخورن، اینو برمیدارن، بخشی را منتقل میکنن. در نتیجه پشت این هم یک نظامی پدید اومده که بسیار بسیار زینفعه، بسیار مصمم است برای حفظ این نظام. اینا هستن که کاسبان تحریم نام میگیرن و مانع برداشتن تحریم هستن. در نتیجه از نظر درآمدیم، پس درآمد نفتی رو نمیشه اضافه کرد، درآمد مالیاتی رو چطور؟ شما از اقتصاد زمینگیری که گرفتار و رکودم گرفتدش نمیتونید بیش از این مالیات بگیرید. دولت دنبال پیدا کردن راههایی برای افزایش مالیاته، مثلا برای پسندازها، برای سرمایه گذاری های ارز کنم بورسی، یا برای خانه های خالی دنبال این است که به اینا مالیات ببنده. تا کجا موفق میشه بحث دیگری است. خب مجموعه اینها به هیچ وجه کفاف بخشی از این کسی را هم نمیده. برگردیم به این که دولت در برای ترمیم این کسری، اون که مجلس قبلمش مجوز داده بود، دو نوع وام پدید بیاره، یک ایجاد بدهی کنه 120 هزار میلیارد تومان ایجاد بدهی کنه و حدود 100 هزار میلیارد تومان هم داراییاشو بفروشه بتونه از اونجاها، حالا در اونجا هم چقدر میتونن پیش برن، اون ایجاد بدهی رو انجام دادن تا حدود زیادی، ولی فروش دارایی ها رو زیاد موفق نشدن. در نتیجه افزودن به درآمد عملا به دیوار بسته برمیخوره. برگردیم به اینکه هزینه ها رو کاهش بدن. عمده هزینه های دولت عبارت است از پرداخت حقوق، حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته، که به صورت غریبی در ایران تعداد بازنشستگان تقریبا معادل یا اندکی بیشتر از تعداد شاغلانه. دولت باید حقوق اینا رو بپردازه. در نتیجه بخش بسیار بزرگی از بودجه جاری صرف پرداخت حقوق کارمندان می شود. از اینم نمیشه کم کرد. کاری که می شود کرد این کاری که دولت میخواد بکنه، در ازای تورم 50% موجود دولت میخواد 10% به حقوق اضافه کنه، یعنی 40% از حقوق تمام کارمندان کم بکنه. اون وقت صحبت بسه این است که خب در شاید اسرت هستیم و چنین فشاری رو به کارمندان و به معلمان و به پلیس و به دیگران وارد میکنن. خب چیکار بکنیم حالا؟ وقتی به بودجه نگاه بکنیم، در بودجه هزینه های عجیب و غریب وجود داره که دولت توان دست دادن به اونها رو نداره. مثلا من با محاسبه نسبتا دقیق در بودجه سال گذشته به حدود 7-9 هزار میلیارد تومان بودجه تبلیغات اسلامی که به حدود 40 نهاد متفاوت داده می شود رسیدم. اینا کارشون تبلیغات اسلامی است. در کشوری که ما یک وزارت ارشاد داریم با بودجه سالانه 1560 هزار میلیارد تومان، ولی در کنار اون 40 دستگاه دیگه با نامهای بسیار بسیار متفاوت، با استفاده از تمام از کنم مقدسات کشور، از اونها هر کدوم میلیارد میلیارد پول میگیرند برای اینکه مجاور فلان مقبره است، یکی کتابهای فلان مرده رو چاپ میکنه، این کارها رو. در آیا اینا توان این رو دارن که اون رو کم بکنن؟ قطعا نمیخوان کم بکنن، زیاد هم میکنن هر سال، هر سال زیاد افزایش ادامه هم پیدا خواهد کرد، افزایش هم پیدا خواهد کرد. در نتیجه خب همون سال متنی کسی رو میدیدم، شما اگر این رو در دست یک دولت ملی قرار میدادید، همون جا میتوانست اون هزینه های زاید، نه فقط زاید، هزینه های زیانمند رو
هزینه هایی که ریشه های ملی مملکت رو میپوساند. اون هزینه ها رو میتونستن حذفشون کنید، خب به تدریج حذفش کنید، کمش کنید. اینا توان اون کار رو ندارن، در نتیجه فشار این روی اقشار میایی که حقوق بگیرند و حقوق هایی که در برابر تورم اقلن برای حفظ قدرت خرید اقلن باید 45% اضافه بشود، این 10% میخوان اضافه کنن، معنیش اینه کم درگز کردن حدود 30-40% قدرت خریده این اقشار عرض کنم با درآمد ثابت کاهش پیدا بکنن. آقای دکتر، ما هر بار که درباره وضعیت اقتصاد ایران و سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی صحبت میکنیم با شما، من این سوال رو ازتون میکنم و الان میخوام با صراحت بیشتری بفهمم، اینو بفهمیم ما از شما که راه حل ایران، اقتصاد ایران چیه؟ هر بار گره کوتاه‌تر، فشار بیشتر به مردم و بدهی‌های بیشتری که کل جمهوری اسلامی بالا میاره و بر دوش مردم، حالا اصلا برجام بشود یا نشود در این شکی نیست که اون پیش دیگه خود چه داره و احتمالاً حالا در شاید هفته آینده یا هفته های بعد بهش بپردازیم، از مذاکرات وین چیزی در نخواهد آمد برای اقتصاد ایران، ولی به هر حال آقای دکتر راه حل چیه؟ من بارها عرض کردم که مسائل اقتصادی ایران راه حل دارند. منتها ببینید، شما وقتی بنیه یک ساختمان رو خراب کردید یا بر روی شن گذاشتید، برای اصلاح اون باید همون پایه رو، فونداسیون رو عوض کرد و فونداسیون رو درست کرد. نمیشود از اصلاح رنگ دیوار شروع کرد. مشکل اینه، اقتصاد ایران مسائلش رو بارها و بارها گفته و نوشته ایم، این مشخصه. اقتصاد ایران، ببینید، من فقط نام ببرم از تیترا، کافیست به همون بودجه سال گذشته نگاه کنید، حدود 67% 68% تولید ملی، اندکم شد بیشتر، در ذیل بودجه قرار میگیره. معنیش اینه که عملاً 70% بودجه، 2/3 بودجه، 2/3 اقتصاد کشور زیر نظر دولت. چنین نسبتی اگر در دست بهترین و کارآمدترین دولت ها هم می بود، اون اقتصاد ورشکسته و زمین گیر می شود. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. متاسفانه فرصت نداریم، ولی باز من به همون نتیجه میرسم که با جمهوری اسلامی، حالا من روکتر از شما میگم، این وضع اقتصاد این مملکت درست بشه مطلقا نیست. ممنونم ازت. بریم پرده آخر. چرا همش خیال میکنیم خدا آسمونو باز کرده فقط مصائب و بدبختی ها و تو این عالم رو سر ما خراب کرده؟ نه، هر که در این بعض مقرب تر از جام بلا بیشترش. چرا از اون ور بعض ما فکر نمی کنیم؟ چون خدا دوست هم داره یه ذره میخواد بیشتر در خونش ناله کنه، یه ذره در خونش بیشتر گدایی کنه. من انقدر آدم ها میگم خدا یه نبده میده، میگم برو. امام سجاد گفت آقا من عاشق خدا، اهل عبادت هم، نماز شب هم، یه حاجت دارم، 10 سال در خونه خدا میرم و میام، خبری نیست، فلانی نماز نمیخونه، اینطوریه، فاسق، گناه میکنه، یک گره تو کارش افتاد، به خدا رو انداخت، حل شد. جریان چیه؟ خدا صدای اونو دوست نداری، زود داد که سری بعدی نهید در خونش گدایی. شب و روزگار خوش.